سلام امیدوارم حالتون عالی باشه توی این ویدیو میخوایم راجع به گیاه متفاوت به اسم باب آدم آلوکازیا فیلگوش و گوشفیلی صحبت کنیم که خیلی ها توی خونه ازش نگهداری کردین و با مشکلات زیادی مواجه شدین و میگین گیاه بدقلقیه توی این ویدیو شرط رو با هم بررسی میکنیم بهتون میگیم چجوری رشد خوبی داره کجا باید نگهداری بشه و راه تکثیرش چیه پس اگه این گیاه رو توی خونه دارین یا تازه میخوایم خریداریش کنین حتما این ویدیو رو تا انتها تماشا کنین آلوکازیا یا با بادم یک گیاه با برگهای جذابه که گونه های بسیار زیادی داره و در ارتفاع اندازه شکل و رنگ با همدیگه متفاوت هستند 79 گونه یا اون بومی آسیای گرمسیری و نیمه گرمسیری تا شرق استرالیا هستند و جالبه بدونید برخلاف چیزی که تا حالا شنیدیم این گیاه مناسب فضای بیرونه تا داخل آپارتمان حتی گونه های کوچیک و مینیاتوری اون بیشتر داخل پالاداریوم ها یا تراریوم ها استفاده میشن اگه بخواید داخل آپارتمان نگهداری بکنید باید شرایط خاص و ویژه‌ای رو براشون فراهم بکنید حالا چرا در ادامه خودتون متوجه میشین اما قبلش اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم که دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و زنگوله بغلش رو هم بزنین و به خانواده سبز گلون بپیوندید. مورد اول نیاز رطوبت آلوکازیا ها عاشق رطوبت هم و رطوبتی که از عوامل مهم و تأثیر گذار توی رشد خوبشون و پنج شدن برک اگه یه سری به خونه های شمال ایران زده باشین متوجه آلوکازیاهای های بزرگی میشین که توی حیات خونه ها کاشته شدن و دارن از رطوبت جو استفاده میکنن. شاید شما هیچ وقت نتونید توی جنوب کشور این رطوبت رو براشون تعمین بکنید یا حداقل با ساخت جزیره دستگاه بخور سرد و مهپاشی به سختی امکان پذیره. به جز توی خونه های شمال این گیاه توی گلخونه هم رشد خیلی خوبی داره چون رطوبت به اندازه براش فراهم میشه مورد دوم تهویه یکی از دلایلی که این گیاه مناسب داخل خونه نیست همین نیازش به تهویه و گردش هواست و بهتره که شما اونو داخل تراس یا حیات نگهداری کنید چون به سختی میتونه خودشو با شرایط داخل خونه سازگار کنه مورد سوم آبیاری این گیاه خشکی خاک رو دوست نداره و اگه تشنگی بکشه حاشیه برگاش قهوه‌ای رنگ میشه حواستون باشه هر وقت خاکش یکم رطوبت داشت حتما آبیاریش کنین مخصوصا توی فصل تابستون که دمای هوا بالا میره و تبخیر با سرعت بیشتری از طریق برگهای پهنش صورت میگیره مورد چهارم ترکیب خاک خاکی که بر این گیاه استفاده میکنید باید نیمه سنگین باشه تا آب رو مدت زمان بیشتری توی خودش نگهداری بکنه قارچی هم نشه و گیاه رو از لحاظ تغذیه تامین کنه ما خودمون از ترکیب 30 درصد کود دامی پوسیده شده 30 درصد کوکوپیت 20 درصد پرلیت و 20 درصد هم خاک برگ استفاده میکنیم میتونید به جای کود دامی پوسیده شده از ورمی کمپوست هم استفاده کنید ولی توصیه ما کود دامیه به این خاطر که پیچ خاک رو به سمت اسیدی بودن میبره و این گیاه عاشق اینو خاکه اما یادتون باشه حتما باید پوسیده شده باشه وگرنه بوی بدی داره و پشه های سیاه دور گلدون جمع میکنه خودمون از کودی که استفاده میکنیم سه چهار سال از پوسیده شدنش میگذره این گیاه نور زیاد و غیر مستقیم دوست داره و نور مستقیم آفتاب میتونه باعث سوختگی برکاش بشه اگه توی محیطی که نگاهش میدارین گیاه نور کمی دریافت میکنه روزا برکاش به سمت پایین خم میکنه تا بتونه نور بیشتری رو جذب کنه و شبها دوباره برکاش به سمت بالا جمع میکنه اگه مدت زمان یعنی قرارگیری گیاه توی نور کم زیاد بشه برکا دیگه توان این که بخوان به سمت بالا جمع بشن رو ندارن و گیاه شما همونجور شل و آویزون باقی میمونه مورد شیشم دما گفتیم که این گیاه رو میتونید توی حیات نگهداری بکنید پس تا حدودی به دمای بیرون مقاومه اما بالاخره توی گلخونه رشد کرده و دما براش کنترل شده بوده پس دمای بین 18 تا 30 درجه براش مناسبه توی زمستون خزون میکنه ولی بهار دوباره رشدش رو از سر میگیره در کل چون بومی جنگل های نسبت به گرمون مقاومتره تا سرما مورد هفتم گلدون این گیاه نیاز به گلدون بزرگ داره سریع ریشه پر میکنه و پاجوش میده برای همین که اغلب داخل زمین کاشته میشه شما هم که از گلدون به زمین انتقالش بدین متوجه رشد چند برابریش خواهید بود اما شاید براتون سوال باشه که چرا آلوکازی هایی که توی اینترنت میبینین برخلاف سایز بزرگی که دارن گلدونه کوچیکتری دارن به این خاطر که فروش و جابجاییشون راحت تر باشه مورد بعدی تکثیره شما میتونید گیاه را از طریق پاجوش تقسیم ریزوم و بذر تکثیر بکنید این گیاه گلهای میده که بعد تبدیل به میوه میشن و حاوی کپسول های بذر هستن بعدا توی ویدیو کامل تجربیات خودمون رو از تکثیر بابادم به این روش باتون به اشتراک میذاریم آفات و مشکلات این گیاه به خاطر رطوبت بالا و مرتوب بودن خاکی که دوست داره به شدت مستعد بیماری های قارچیه این وسط تهویه میتونه تا حدی از این مشکل جلوگیری کنه اما اگه دچار بیماری های قارچی شد حتما از قارچکش ها استفاده بکنید بهتر از ذغال داخل خاک استفاده نشه چون پیچ خاک رو به سمت قلیایی میبره و همونطور که گفتیم این گیاه خاک اسیدی رو میپسنده آفتی که از باب آدم دل نمیکنه کنه کنه تارن برای همین چک کردن مداوم پشت و روی برگاش ضروریه تا بتونین به سرعتون آفت رو پیدا کنین و از بینش ببرین البته اونقدر ریز هستن که با چش به راحتی دیده نمیشن یا باید توی نور زیاد ببینین یا از ذره استفاده کنین کنه ها به شکل دونه های سفید و حالت تارن کبوت پشت و روی برگا دیده میشن رنگ پریدگی و زرد شدن حاشیه برگا رو هم داریم حالا چجوری میتونیم این کنه تارن رو از بین ببریم یک سیسی سی از سم آبامکتین رو توی یک لیتر آب حل کنید و پشت و روی برگ ها اسپری بکنید این سم انقدر قوی هست که یک بار مصرفش کفایت میکنه اما اگه دوباره آفات رو دیدین میتونید با فاصله زمانی یک یا دو دوره دیگه هم ازش استفاده کنید مرسی که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودین امیدواریم که این نکاتی نگهداری از این گیاه بهتون کمک کنه و اگه شرایطش رو دارین این گیاه رو تهیه بکنید اگه این ویدیو رو دوست داشتیم خوشحال میشیم که لایکش کنید و نظراتتون رو برامون کامنت کنید پاجوش تقسیم ریزون و بذر تک متوجه آلوکازی های بزرگی میشین که توی حیات خونه ها کاشته شدن و دارن از زیر رتوبه رتوب آفتی که از بابادم دل نمیکنه کره این تا... کره ایه.